پخلي خبرونه قدرمنو دونکو سلامونه او نیک هلمی مونې هله د شروغ جوړ اوسې هله د شي خبرز به پیل کړي وي او تر دې د مور را رسولي اوسېږي بیا هم ستاسو د خو خبرونه پیل شو د پخلي خبرونه چې زمين اکبر یوز همکار حشمت نورزی او زمنګ ټول تخنیک ټیم را سره ده منګه هڅه کوو چې تاسو ته یو خبرونه وړاندې کوو هغه خوره چمتو کړو چې ستاسو د خو خور وګرځي تاسو یې زده کړی خي اقتصادي اوسېږي نو حشمت بخرا خراغلاست وای ماشت بخیر اغلی تشکر زنده وشي مان بنوبې خو سلامو خو تقدیم میکنم خدا کنه کې جوړ او ساتمن بوشید دوستای عزیز امروز میخویم که یک نوع شورما آماده بسازیم در داش آماده میسازیم میخویم چی برش میگم داشی شورما مرتبا ایلیسو داشی شورما نشم تو کو دیر خواندوار آسان طریقه هم لري داشی او شورما دا چه دی که سبزیجات نام ترکاری باب نام گا تخلو او چیلی ساس پیکی کارو ماینوس پیکی کارو یعنی دیر خواندوار دا شورما جوڑی خانو ډیر خاص مجان واقعا خواندور خور دی په نظر کې نیولې دي چې په خبرونه کې چمتو کړې ته دار ته ویاش مت نن دې د سیاره مخکاری عجز خکاری دوم راجز نه خیر د سیاره عجز ځان مخکار کوا صحت دې څنګه ده خدا والا شکر ساعت ما هم خوب است عاجز هم هستم آرام هم هستم دائم ما عاجز آرام می باشم یک کدام غذا ور عمر ما دائم تیر کدام غذا را ماده بسیم بچی شکل بچی نوا چی نوا پخته کنیم با کدام اساسی رو پخته کنیم مثلا در داش پخته کنیم در گریل پخته کنیم کل عمر دې نیمه تیر شد خانوړي ښه اشمه جان ته هم کارونه پایل کړه او زه به هم د پنیر د تل تر شخص خو بس هم تر غوښته بلار شو د لازم توکو پکیج وګورم بالکل خو خبره ده ډیر ښه قدر مون لیدونکو اوس هم زه په ګړه سره د اړین توکو پکیج ګور البته د داشي شورمې د اړین توکو پکیج ګور تاسو هم یاداش کړئ او چمتو یې کړئ د داشي شورمې مصرفي توکو پکیج د چرګ غوخه بادرنګ کرام د شورمې ډوډۍ د شورمه ساس چیلی ساس د پیزا پنیر مساله مالګا او غوړی ګلن لیدونکو بیا هم خره غلاس د مصرف ایمال تر شخص خا پنیر واسه متر سوچ اشما جان مت خبرونه کی د شی شورما چمتو کوي نو تاسو هم زمګ پروگرام تر پای او ګوري تر سوچ تاسو هم د شی شورما زکړی او خپل کورنه کی چمتو کړی د شی هوا یخه ده ژمی ده نو تاسو هڅه وکړئ د ګرم خوړو څخه د ګرم مایات څخه ګټه واخلئ او کوم خوړو چې تاسو چمتو کوي کی غوړی چې پخلی وکړي نو هڅه وکړئ چې ترکاری دار خوړو چمتو کړئ نو اشمت ته د سبخت کاری نن په تاسو شوې دي خبرې نه کوي او ډیر عاجز هم ښکاري بله یو رقم ته ښکاري نو دا ایله څه ده گوشت مرغ آماده میساسم به اون لحاظ یکم مصروف هستم خو در قدم اول گوشت مرغ از وسط نصف میکنیم وقتی که نصف کنیم در داخل کاسه انداخته خخ اشمت دا د چرګ د سینې غوخه ښکاري هم داسې بله گوشت سینې مرغ هسته این به می شکل داخل کاسه اضافه کرده اشمت دانه مایده کوي زیاد توتیش نمیکنیم به این شکل که برش کنیم زودتر مخته وقتی که اخته میکنیم مواد اضافه میکنیم باز مساله جات خوب اخته هم میشه و زودتر نرم هم میشه با اول لحاظ میخواییم که تمامش به میشکل آماده بسازیم یک توتی دیگهش مونده ایره هم به میشکل آماده میسازیم نور دیر خشمت ده مرچ و مساله سخه هم گتر اخلی پدی دوخی سره از مرچ و مساله هم استفاده میکنیم اشمت ده پیتزا مخصوص پنیر ده پو شورمه کم ترینه گتر اخلی؟ بله سرکه اضافه میکنیم دا د چشی سرکه ده سرکه سیب است سرکه سیب اضافه میکنیم خادی منی سرکه خلاص شد اول یک دونه قاشق ما بگیرم اشمت ته چې کله بازار ته ځې نو یا هوټل ته ځې غواړې چې خوړه وخورې نو څه ځان ته راغواړې آیا د بازار کې شورما چمتو کېږي خوښېږي دي امین نامش چیز کس مرا خوښه مې بل خو شورما برگر پیتزا تنها خوشم من تو خوش هم اگی می آیم بله سرکه اضافه کردیم نمک اضافه میکنیم او سرمرچ بله مرچ سرخ مرچ سیاه خخا تور مرچ هم اضافه کوی بله اینا رو اضافه میکنیم به این شکلی خوب مکس میکنیم گپ میکنیم
ډیر ښه. قدرمن لیدونکو مثلا که تاسو وخت لرئ، ځکه چې زموږ د پروګرام وخت لږ ده، موږ د پروګرام په لړ کې موږ غوښه د موادو سره مکسو ګډوي، نو که تاسو وخت لرئ که یو ساعت دوه ساعته مخکې د غوښې سره مرچ او مسالې مکس کړي ګډې کړي کېږي تر څو چې په سمه توګه باندې غوښه چمتو شي. همداسې ده اشمد؟ بله. و درځم میتونیم که از چکن تکه مسالې چکن تکه هم استفاده کنیم، اگر کس در خانه داشتیم اضافه میکنیم، اگر نداشتیم مشکل نیست. حالی یه هم یک مقدار روغن اضافه میکنیم امروش، ایره خوب به می شکل گد کرده ایره مگذاریم به مدت حداقل یک دو ساعت خوب باید ایره بگذاریم تا که گوشت آماده شوه و تی خوب صحیح شوه و آماده شوه. خب ما قدر وقت فریمان نداریم که ایره دو ساعت ایره بگذاریم، گریل مگذاریم. اشمد داده پنیر می هم لطرشک سخاو بسن؟ بله، یک کم روغن اضافه میکنیم. اما مقدار روغن اضافه میکنیم که گریل چرب شوه. نو دیر خواه وقتی که اشمد دا گریل دا ول دیت گریل وایو او که گریل بنو سیگی دا کرایی سخگت اخستلشو؟ بله، از کرایی هم استفاده میتونیم. گریل، کرایی هران چیز تاوه دا تاوه هم میتونیم اماده بسازیم. به می شکل گوشت مرغ که هخته کردیم به مدت دو ساعت گذاشتیم، بعدا داخل گریل اضافه کرده یا داخل بالای تاوه به می شکل ایره مگذاریم تا که گوشت های مرغ هم آماده شد. نو اشمد داده چرگ غوخه دی هخته کرده اوستی هم په گریل کی دا غوخه پسام تو گبانی چمتو کرده تا چیز سرشی. اشمد دا گریل او دا داشت توفیر سده؟ بله، این هم میتونیم که در گریل آماده بسازیم. هم میتونیم همین رقم که آماده ساختیم در داش، در یک قالب داش مگذاریم داخل داش، داخل داش هم میتونیم که آماده بسازیم. نو ډېر ښه. قدرمن لیدونکو تاسو کولی شئ چې غوښه په کړۍ کې هم سره کړئ که ګریل ولرئ، په ګریل کې هم کولی شئ چې سره کړئ. او قدرمن لیدونکو یو ټکی ته تاسو پام وکړئ، کله چې غوښه پخوئ یا هم لوبیا یا نخود، د هغه خواړه دی چې باید ښه له منځه پاخه شي، خاصه یې سره شي. او که خامه اوسي نو بیا زموږ او ستاسو د روغتیا د خرابوالي لامل کېږي. ډېری کسان دي چې غوښه یې نه خوښېږي چې سره شي، باید لږ شانې داسې نیم خامه غوندې اوسېږي، نو هغه ستاسو د معدې د تکلیف لامل کېږي، د زړه د بدوالي لامل کېږي، مو او بل دا چې هاضمه سیستم هم خرابوي. اشمد جانه، بله، ته دا راته وایي ستا کوم ډول شورمه خوښېږي؟ شورمه به شکل داشتی که اگر آماده بسازیم، من یک درک مشکلات داره تا تو پنیر برای زو آماده بسازیم. و شکل عادی هم میتونیم کمی گوشت به این شکل آماده ساختیم، بعدا ایره خوب سرخ میکنیم، یک مقدار بادرنگ، سبزیجات کرم یک کم میدان میکنیم، خوب ایره داخلش اضافه کرده از ساس شورمه که ساس ماینوس است، کسی که چیلی ساس میخوره یا نتوندی میخوره از او هم میتونه استفاده کنه. بعدا ایره به شکل برگر لول کرده و نوشجان میکنیم. نو دیگه اشمت در چرگ غوخ سره گتا و نخلو یا در خوسکی غوخ اوسید یا در پسه غوخ کولش شورمه چم تکلو؟ بله، از او هم میتونیم به شکل که او را یا بوریان بسازیم یا خود ماشین شورمه باشه، او را قبل نخته میکنیم در ماشین اضافه کرده، بعدا از همون جایی که بودیان میشه او را برش میکنیم. هم به او شکل میتونیم، هم به شکل میتونیم که گوشت اخته کنیم، اگر گوشت پشمخت باشه بهتر تمام میشه. بعد از او که اخته کنیم بالای گریل به این شکلی را پخته میکنیم. اشمت در وقت سر خوبا نور سرن اضافه کبی سر در وقت بسرک کرلن و بیا شور مغاری چم تکلیم؟ بله. نو قدرمن لیدونکو تاسو هم په همدغه ډول سره مخته لاړ شئ، لازمه توکي چې کوم دي په همدغه ډول سره اضافه کړئ او چمتو کړئ. نو اشمد څنګه دي خوښه ده تر څو چې داشي شورمه چمتو کېږي یا هم کارونه لږ شانتي مخته ځي؟ نو لاړ شئ دمې ته. درسته ستا گوشت به همین شکل خوب سرخ کرده، هر دو روش باید به شکل صحیح و منظم سرخ کړه. وقتی که سرخ شد بالای تخته میگذاریم، ایره خوب میده میکنیم، بعد هم کیره که میده کردیم هم میتونیم که یک بار دیگه هم سرخ کنیم و به اون شکل که ایره اگر صحیح و منظم سرخ کنیم باز با بار دوم دیگه نیاز نیست که بار دوم ایره سرخ کنیم. وقتی به شکل صحیح و منظم سرخ شد در بالای تخته میگذاریم، خوب میده میکنیم تا وقتی که ما ایره به این شکل آماده میشدیم میریم یک وقت کوتا میگیریم. قدر من دیدم که اوشم زیب گره سرای ویلن لیدمی تا و رسط لدمین با او گرو چی اشمجان کم کار نفسر ترسیم. قدرمن لیدونکو بیا هم خره خلاص لاندې شان د ماونو اشمد جان په خبرونه کې د شی شورمه چمتو کوي. تاسو هم زموږ پروګرام تر پای وګورئ تر څو چې زده کړي او چمتو کړي. اشمد جان برته وایي چې غوړی وسو وکړي. خو حال یک ذره کاغذ ناسوز باید آماده بسازم. خخ دا سره کوم کاغذ دا ناسوز ده څنګه؟ او کاغذ ناسوز سره دا خره قالب گذاشتم.
خو نان شورما خاډه شورما لپاره مخصوصه ډوډۍ بله بسیار کم روغن د اضافه میکنیم به خاطر کې کم چرب شوه اشمت بیرخه او د شورمې لپاره چې کومه ډوډۍ تراوړی ده سو ډول تقریبا ده یو ډول هغه نازک ډوډۍ چې ده یو ډول هغه برګر چې پکې چمتو کوي په هغه ډوډۍ کې هم ځینې کسان چمتو کوي او دا رقم تم ده کوم یو ډیره ښه ده چې باید تو کولی شو په شورمې کې ترې ګټه واخلو خو شورمه خامی نان است که مخصوص شورمه است باید از نان پرکی هم میتونیم استفاده کنیم از نان پرکی از نان ناشتا هم میتونیم استفاده کنیم خونه ام نان شورمه نان اصلیش هست از امی باید استفاده کنیم خانو ډیر ښه او شمت غدا چې غوخ دی پسمه تو گسل کړه او ټوټه کړه دی پاکلم قدر من لیدونکو ته لکسه وای چې لیدونکو هم پری پوښي گوشت کاملا میده کردیم به می شکل آماده ساختیم ټوټه ټوټه کردیم آماده شده حالا می خوایم که یک مقدار از ساس اضافه کوی ساس چیلی ساس هست که همراه خود کچپ هم مکزاره یعنی یک ساس بسیار مزه‌دار است این اضافه میکنیم دیرخه اشمت کولی شو هم دغه د شورمې ډوډۍ په کورنو کې دا په داش کې مثلا چمتو کړو میتونیم که آماده بسازیم خو کم مشکل داره تا که ایر آماده می سازیم خمیر می کنیم این تو جنجال اکا داره از این که تیار بخریم بهتر تمام میشه خانو بیر خان قدر من لیدون که تاسو هم پامده رول سره مختلار شی شورمه چم تو کری او خوان تری وقلی او کم خوره چی پداش که پخیگیم و خیر که خواندور همی او خوان دیر دیر زیاد وی او دروخته لپر دیر گتی هم لری بله. او دا چی ترکاری پکی اضافه کرو خلاخ بوی اشمت کومی ترکاری گانی پکی کاروی کرم دیره وخستو کنه؟ به یک مقدار کم کرم داشت اضافه میکنیم ویره خوب نازک هر چی که نازک میده کنیم بهتر تمام بشه اشمت مثلا که کرم و نوسیگی یا پیاز یا دلمه مرچ یا هم نور ترکاری گانی که نوسیگی یا کاهو نو که اضافه که مشکل خوبه نوی؟ نمیتونیم که کرم اضافه کنیم در یک بادرنگ بادرنگ باید میده کنیم در داخل سرکه اضافه کنیم که کم آماده شوه مزید ترشی رو بر خود بگیره باید از اوست در این اضافه میکنیم این داخل از این دیر خوستی هم کرم اضافه کو بله او دست دی؟ بادرنگ اضافه میکنیم یا بادرنگ های خورده که به شکل ترشی آماده شده اپا قطعی که چه خرسی گیم بله. خیار شور مرتبه کنه بله زیادتر کسا خیال شور میگن ما مو میگیم بادرنگ های خورد خورد دیر خواه نو قدر من لیدن که تاس که ولیش چی بادرنگ توتا کردی و رسل آغنه در سرکی سره مثلا گرد که یا دا چه رو پشکل سره چم تو کلی پکورنه که هم که ولیش او دا اشمل جند بازار سخه چم تو شوی اچار یا هم بادرنگی رو بله. دی او تا دی دا مرچ هم پا هم دا غدوی سره بله سرکلارون که مرچ دی بله یا مرچ که کم تند شوه بعدا بالای زی چی اضافه میکنیم سه اضافه کنیم از مقدار ماینوس مخصوص شورمه ده شورمی لپر مخصوص ماینوس دریزنگ ساس میگن زیادتر کسا ماینوس شورمه میگن یعنی هر ساس که داشتیم ده اضافه میکنیم دیرخه او اشمت دسی کولی شو مثلا پچکاکی یا هم په مستو کې یا هوګه تور مرچ هم زنجبیل بله. او ځین نو تور مرچ او ځین نور مواد اضافه کړو او همدغه سی ماینوس چمتو کړو او اضافه کړو ماینوس هم میتونیم که به می شکل ماینوس ساده هم یا کم مرچ سیاه و براش اضافه کنیم از ماینوس ساده هم استفاده کرده میتونیم اگر ماینوس که مخصوص شورما می باشه از او داشتیم از او استفاده کنیم بهتر تمام میشه و به اون شکل کولایش آماده ساختیم باقی ماندهش به هم به این شکل آماده می سازیم خخ اشمت اوس نو نور مواد هم اضافه کوي دا سره کوم شورمه ده چې اوس دغه درې دانې پرکې دا کومې ډوډۍ چې د شورمې لپاره راوړې وي درې وړه استفاده کوي نو یوه شورمه دې چمتو کړله زه خو حیرانه شوم شورمه مې خوړلې وه خو دا رقم مې تروسه نه وه لیدلې او نه مې وخوړلې خو اینال ایرا به بار اول نوشو جان کو که تا آینده کس پرسان کنه بوی شورمه داشی خوردی باز بگو که ما بله شورمه داشی نوشو جان کرده ایم خخ نو دیر خواه دا چې یو نفر ډیر وږی یا هم ډیر ستړی وي د کار څخه راشي لوږه هم زیاته وي او همدغسې ډوډۍ څخه همدغسې یو شورمه ورته چمتو کړي او چې نوشي جان یې کړي نور خوان به هم ترې واخلي او ښه به موړ هم شي بله به می شکل دګاهش هم آماده میسازیم اگان دانه مرچ هم داخلش بگذاریم تا کم تند شوه نو ډیر ښه اشمت
واقعا ته چې کله تل په خبرونه کې خواړه چمتو کوي زه چې خوند ګورم دومره خوندور چاته زه نشم کولای په کلماتو کې بیان کړم خو خواړه ډیر دي ګور کور کې خو بل ځکه مخ ټول خوندور دي خو لیکن دا چې په خبرونه کې چمتو کوي ست ډیر کس ډیر کسانی لاسې خوږي کنه لاسې شیرنی لري نو ته هم هغه سي دا چې خواړه چمتو کوي واقعا ډیر خوندور دي تشکر بینی شکل تمامش آماده میسازیم وقتی تمامی بینی شکل آماده شد پنیر در اخیر بالاش اضافه میکنیم داخل داش میمانیم اوس بیا هم چلی ساس اضافه کنم بله چلی ساس نظر به خواهش دلش خودتان است که زیاد تند آماده میسازیم دسی نه چی زکر چی آقا کسان چی مسلکی این کنم یو سطری نه غلط شی بیا وای چی ندسی کم فکر کنم پنیر بدی لیاده او تیو اوس با وای چی نورسته ایزم نه اگه پنیر یادم میره باز میگفتیم اغزای چینایی است باز اگه یکان غذا خراب شد باز میگیم غذای چینایی است دیگه پام دقیق دول سره باید پنیر بالاش اضافه میکنیم بخاطر از اینکه هم خوب سرخ میشه هم خوب بریان میشه پنیر پیزا پنیر پیزا کارچی که بریان شوه و همون قدر مزدار آماده میشه که خام بانه باز او قدر مزدار آماده نمیشه حال نوبت رسیده بر پنیر باید پا ورسته یعنی اخیرین لایحه که باید پنیر اضافه کنیم اخیر پنیر اضافه میکنیم خود اینی گوشت کو که اشمت یعنی اړین ده باید پنیر اضافه کو بله پنیر بالاش اضافه میکنیم اگر اضافه هم نکنیم باز میتونیم که المونیوم فویل کم بالاش بگیریم تا نسوزه و نانا بغلاش نسوزه به او خاطر میتونیم که از المونیوم فویل استفاده کنیم و یک مقدار پنیر بالاش اضافه میکنیم تا که آتش بالا را داش که بالای زی حرارت قرار میگیره و پنیر به شکل صحیح منظم آماده بشه تا او وقت قسمت داخلش هم آماده میشه خیر در داش گذاشته و درجه 180 درجه سانتیگراد به مدت 15 دقیقه داخل داش میگذاریم بعد از داش کشیده و نوشجان میکنیم نو قدر من لیدن که وس همزو فکر سره هغه ویدیو ګورو چې معلوماتي ده ورسله معلوماتي ویدیو نبی همزو مکسر پات شي فاصلی اشنا او تازه ترکاری ده چې د افغانستان په ډیری ګرم ولایتونو کې کرل کیږي چې د روغتیا لپاره خورا ګټې لري په فاصلیا کې شته ویټامینونه لکه ویټامین A، ویټامین B، ویټامین C، ویټامین K فاصلیا د وزن کموالي لامل کیږي فاصلیا یادښت قوي کوي فاصلیا د ماشومانو د هورمونونو د ښې ودې لامل کیږي په فاصلیا کې شته ویټامین D د هډوکو د کلکوالي لامل کیږي د فاصلې خوړل د پوستکي د ښکلا لامل کیږي او د پوستکي تورې لکې هم پاکوي د پوستکي د سپینوالي لامل کیږي فاصلیا د سترګو دید زیاتوي همدارنګه د فاصلې خوړل د زکام ناروغي له منځه وړي د فاصلې خوړل د شکر ناروغانو لپاره ښه ثابت شوي فاصلیا د زړه ناروغي ختموي د سر درد د لمنځه وړلو لپاره فاصلیا وخورئ فاصلیا د معدې ناروغي له منځه وړي د فاصلې خوړل د سرطان د ناروغي د لمنځه وړلو لامل کیږي فاصلیا د شنې لوبیا په نوم هم یادیږي قدر من لیدونکو بیا هم خره غلاس معلوماتي ویډیو مې په ګټه سره وکړه هي د شتاس د پام وړ ګرځېدلې اوسې کې نو اشمت جان موږ ته په خبرونه کې داشي شورما چمتو کوي داشي چمتو ده کنه دا به هم اشمت موږ ته وي اشمت د ګورو مام نه میفهم کوماده است یا نه خو یک بار میره میبینیم چه کش میکنیم کشتو بلکل سمدنو قدر منو لیدن کن هیل ده چه استاسو ده استاسو معلوماتی ویدیو مو ده پام وارد گرز دلی و سیگی کتلی مووی او هیل ده چه زمانگا پروگرام مو هم کتلی وی او استاسو معلومات هم لگ زیاد شوی و سیگی خوارمو هم زدکری و سیگی اوس هم داشی شورما چمتو ده نو اشمت جانا واه واه دا پنیر چې دی لپاس پیزا فکړی ذایقه نور ذایقه هم ورکړی دا او واخه دا تصویر هم ډیر ښایسته ښکاری کسان چې قدر منل دنګ تاسو ګوري دا ډیزاین هم ډیر ښکلی دا او واخه خو ویټامین دار خوړې چمتو کړی دی اشمت به اوس ماته په قاب کې راو وسی او زبې هم خوند بله خو مې ربا تک شکل وګورم نو قدر منل دنګ کوم خبرونه نه کتلې کولای شي چې د شمشاد ټلویزیون فیسبوک پاڼه کې او په یوټیوب کې زموږ خبرونه وګوري تاسو هم د خوندور خواړه زده کړی او چمتو کړی تاسو کولای شئ چې د شمشاد ټولې خبرونه تعقیب کړئ وی ګوري ځکه چې شمشاد ټلویزیون تل هڅه کوي په هر برخه کې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي هغه خبرونه چې تاسو په ژبه یې تر څو چې تاسو هم پرې پوه شئ بله مې ته تا کوم یا قسمت شه
تا تو به خوبی بتانی که از این نوش رو جان کنی. او اشمال جانا در برگر او در زین نور خورده چی دی؟ اینجنو تا در خورده لکشان دستون زمن دی؟ بله. نو کل کل زور فکر کنم چیز بایستنگ خواند و گورم چی در لب سیرین میخرم. اشمال سنگ دی خواهد در چنان در خورده خواند تو گوری؟ خب نه اردیو ما نوش رو جان میکنیم برو لب سیرین خراب نمیشه تشویش لب سیرین نکو مهم میسته که کزی غذا نوش رو جان کنی که باز پسان نبی که من خوردیم ولی یک مقدار از ساس اضافه میکنیم در قسمت پالوی ازی یک مقدار از ساس ماینوز کسایی که دوست دارن میتونن که ساس ماینوز اضافه کنن و یک مقدار هم چیلی ساس چیلی ساس نهان دیخم این یک مقدار هم چیلی ساس نو قدر من لیدن کو مثلا د لیمو بو کوسی تاسو کولای شئ چې د لیمو بو هم اضافه کړی او سره نوش جان کړی اشمت زبې هم وسخون د ګورم خو میتونی کوم را با چاقو هم ټوټه کنی خیر زبې لګ ټوټه کوم دغه جې چې زې خوند ګورم او د لیدوم سره یې خوند شریک کړم اشمت جان نو وست هم د خپل په معنی کو د قدر من لیدن کو سره تر سوچي زبې خوند ګورم درست است خودت نوش جان کوم ازش با دوستا شریک بساز دوستا عزیزی بود برنامه امروز ما خدا کنه که مورد علاقتون قرار گرفته باشه مزه غذا را با شما مینه همکارم شریک میسازه تا برنامه بعدی خدا حافظ و نگهدار واه واه اشمت جان بیر خوندور واقعا ډیره خزایقه درلودله ډیره زیاته مننه کوم ډیره مننه نو قدر من لیدن کو تربیه او بل خبرونه یې خو وخت خې چاري لا لدلمو مننه